برنامه ساز و سخن، تهیه و تنظیم از آقای روح الله خالقی، نوازنده آقای نصرالله زرین پنجه. آوازهای ما هرچند اساسی معلوم و معین دارد که بر ردیف قدما بنا شده است، ولی نوازندگان نیز هر یک سبکی خاص خود دارند، به طوری که وقتی شنونده با اون سبک آشنا شود تشخیص می‌دهد کدام نوازنده می‌نوازد. همچنین آوازخوان‌های با اطلاع از ردیف که هر کدام روشی مخصوص به خود دارند، ولی نوازندگان و خوانندگان با مهارت و با تجربه هرگز در نواختن و خواندن تابع ردیف نمی شوند و بنابر ذوق خود در آن تصرفاتی می کنند، ولی این تصرفات محدود به حدودی است معین که نمونه های مختلفی از ساز و آواز اونها را در برنامه های سابق شنیدید. در اینجا نمونه دیگری را معرفی می کنم که نسبت به اون چی قبلا شنیدید تفاوت بارز دارد و اون روش استاد تار آقای علی نبی وزیری است. ایشان در اثر قدرت بسیاری که در نوازندگی دارند و به واسطه تحصیلات علمی در فن موسیقی به کلی سبکی مخصوص پیدا کردند که با دیگر نوازندگان اختلاف دارد. در حقیقت به اصطلاح علمی می توان گفت که تکنیک ایشان در نوازندگی تار خیلی بالاتر و عالی‌تر است. یکی از مهمترین خواص سبک نوازندگی وزیری قدرت مضراب اوست. وی معتقد است که تک مضراب های تار باید قوی و خوش‌زنگ و صاف باشد، به طوری که برای نوت‌های طویل و کشیده انعکاس صدا به وسیله ضربه مضراب باقی بماند و چپ و راست ها منظم باشد، به طریقی که مضراب چپ نیز دارای همان قوت مضراب راست باشد. و نوازنده ماهر کسی است که درست تشخیص دهد هر نغمه ای با چه مضرابی نواخته می شود، یعنی با مضراب های راست متوالی یا چپ و راست یا دو راست و یک چپ و غیره، و مضراب ریز که از حرکت سریع یک مضراب راست و یک مضراب چپ ایجاد می شود نیز باید منظم و مرتب و مداوم و متصل باشد، و برای این کار نباید دایره حرکت دست زیاد وسعت پیدا کند. حتی برای این کار وزیری یک نوع ریز با حرکت سریع انگشتان سبابه و ابهام، یعنی انگشت شست و انگشت اول می دهد که مخصوص خود اوست و بسیار منظم و تند و خوش‌صداست. در نوع مضراب وزیری مانند قدما عقیده دارد که مضراب کوچک و مومی که دور آن گرفته می شود کم باشد، زیرا به این ترتیب بهتر می توان حرکت مضراب را در دست مراقبت کرد. حتی او سعی می کند نوت‌های طویل را با مضراب ریز طوری اجرا نماید که در نوت‌های ملایم و به حالت ضعیف که در اصطلاح موسیقی پیانو سیما گفته می شود اثر آرشی ویولون ایجاد شود. همچنین مضراب‌های چپ و راست و ریز باید در روی سیم‌های زرد و بم و سیم سفید پنجم نیز به کار برود و به سبک معمول که بیشتر اوقات روی سیم‌های سفید اول و دوم کار می شود نباید اکتفا کرد و قدرت مضراب باید روی تمام سیم‌ها به یک اندازه باشد، مخصوصاً روی سفید پنجم که فاصله آن با سیم بمتار بسیار کم است باید زیاد تمرین کرد که بتوان صدای سیم مزبور را
بدون شنیده شدن صدای سیم بم به خوبی تشخیص داد. این یکی از خواص مضراب اوست. البته روش نوازندگی او خواص و ابتکارات دیگر هم دارد که در موقع خود اشاره خواهم کرد. و حالا برای اینکه از این بحث خسته نشوید، یکی از صفحات او را که سالها قبل ضبط شده و ردیف عالی اصفهان نامیده می شود می گذارم و ضمناً متذکر می شوم که در این صفحه مقصود وزیری نواختن ردیف قدما نبوده است، قطعه است که خود ساخته و در پرده اصفهان است و چنان که ملاحظه خواهید کرد با اصفهانی که دیگران می نوازند تفاوت بسیار دارد. حالا تار وزیری را بشنوید. Thank you.